به نام خدا سلام، رامبد جوان هستم. در شبکه مسیح اینجا خنده باز هستم. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خنده باز تو خونه چطوره؟ عالی. شما قشنگین، خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. شادی برنامه این بار خندوانه رو تقدیم میکنیم به همه بچه ها و گلای قشنگ گل فروش سر چهارراه ها، بچه های کار که دارن میگن آقا خانوم گل، خانوم آقا گل، گل بخرین، گل بخرین، گل بخرین، خواهش میکنم گل بخرین. علیرضا مهری و همه دوستای علیرضا مهری، شادی این بار خندوانه رو تقدیم شما میکنیم، ولی یه خواهش خیلی جدی دارم. اگر درس میخونین خیلی خیلی جدیش بگیریم، و اگر به خاطر هر مشکلی درس نمیخونین، هر جوری شده خودتونو به درس و مدرسه برسین، و کاش شما به جای بچه های کار بشین بچه های مدرسه و درس. آرزو میکنم که این اتفاق بیفته. و میدونین چرا؟ چون شماها اگر درس بخونین، اگر که تلاش اینجوری هم بکنین، خیلی آدم حسابی تر میشین، و شما میتونین یک روزی به یه بچه که میاد به شما گل بده بگه خانم آقا گل، آقا خانم گل، و خیلی حرفا دارین بهش بزنین. خیلی مسئولیتتون زیاده. به افتخارشون. شما آدم های مهمی هستین و باید مهمتر بشین. خیلی خوب، بریم برای تنفس و بعد خندیدن. نفس، نفس، سومی نگه میدین. یک، دو، حالا. نفس دوباره. دست چپ بالا، یک دو سه. کمربند دارم بستیم. خب با هم دیگه یه آواز بخونیم یا سوال پیامکی رو بگم بعد آواز بخونیم؟ اول سوال بعد آواز. آقای شاه حسینی، متشکرم. متشکرم. خب مسابقه پیامکی. آفرین، هماهنگای من. خب سوال اینه، اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران چه کسی است؟ یک، محمد تقی بهار. دو، جبار باغچبان. هر کدوم فکر می‌کنین درسته به 3500 ارسال بکنین. هر شب یه نفر تهیه قرعه‌کشی یه کارت هدیه 500 هزار تومانی می‌گیره. پس سوال چی شد؟ اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران چه کسی است؟ یک، محمد تقی بهار. دو، جبار باغچبان. و تمام. خب بریم برای آواز.
میشمریم. یک، دو، سه، چهار. میگن خنده زبان زمان آریاییانه، پس از همان دوران بوده پخش میشده خندوانه. ایران 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 تو ندوزت دارم، ایران 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 تو سرم میزارم، ایران 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 تو ندوزت دارم، ایران 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 تو سرم میزارم. همه چی ممیده خده میگیرم ولی تو رو نمیدم، ولی ایران رو میگم نمیذارم، به کسی دستش پتی برسه خراسان جنوبی روستای تاج میره پای بالا درست شده توسط بانوی به اسم گل بی بی. شاه محمد اینه. این کجایی؟ اهل تاج میره خراسان جنوبی، منطقه سربیشه اطراف بیرجند. این آقا شاه محمد کت خدای روستاست و آدم معروفیه، متعلق به هم است. این عرصک تو منطقه چهار محال بختیاری ساخته میشه. این عرصک توی روستای گل سفیده. اسم عرصک توی اون منطقه لیلیه. دستمالی تو دستش داره مثل رسم همون عشایرشون که حرکت میکنه دستش. عرصک پارچه من و مامانم میدوخ برام. حتی زمانی که مدرسه میرفتم مامان کاردستی بهم یاد داده بود و میتونستم اینو توی مدرسه درست بکنم، مامان کاردستی نمره هنر بگیرم. خیلی حس بهتر و دوست داشتنی تری از عروسک های پلاستیکی بهم میداد. من اولین عروسک پارچه ایمو خالم برام درست کرد. اسمشم یادم، یکیشون فاطمه بود، یکیشون امید و هنوزم دارمشون. و اینقدر حس خوبی داره بعد از مثلا این همه سال که هنوزم وقتی که بغلشون میکنم حس میکنم میشه باش حرف زد، میشه باش ارتباط برقرار کرد. آدم ها عروسک درست میکنن که حالشون خوب بشه، فرهنگشون نشون بدن به دیگران، دیگران دعوت کنن که بیان روستاشون رو ببینن. میتونم باز بگم؟ آره. برای اینکه به محیط زیستشون کمک کنن، حافظ منابع طبیعیشون باشن، بگن که ما دوست داریم تو روستامون زندگی کنیم، دلمون نمیخواد بیام شهر. روستامون دوست داریم، هویتمون دوست داریم، ایرانو دوست داریم. و آدم ها عروسک میخرن که؟ که حالشون خوب بشه، بگن که ما ارزش هر چیزی که با دست تولید شده رو میدونیم،
آدم های محترم و شخصیتی هستیم که اینا رو زیبا میبینیم و اینا خانواده رو که دیدیم؟ همه دیدیم؟ همه میشناسیم؟ ما یه عروسک مهم که تو برنامه داریم که میشناسین که آره جناب خان عروسک چقدر میتونه حال یه آدم رو بهتر کنه؟ حال بچه ها رو که خوب میکنه آره؟ ولی حال بزرگترها چی؟ هر موقع نمایشگاه میذاریم غرفه‌های مختلفن همه همچون جدی میان یه دفعه که به غرفه ما میرسن چشا برق میزنه میگن ما بچه بودیم از اینا داشتیم ما دبوسه میگه من بلدم چشا برق میزنه و به نظر من این خنده واقعی که از درون میجوشه خیلی ارزشمند به یه حال خوب یه حال خوب واقعی ما این کار میدانی انجام داریم پیرو این که بچه ها بگن که با کدوم یکی از این عروسک ها میتونن ارتباط برقرار کنن خیلی جالب بود بچه های کوچیک میزان ارتباطشون با این عروسک ها خیلی زیاد بود سوال من این بود بچه ها اگر بخواییم با یه عروسک درد و دل کنید چه عروسکی رو انتخاب میکنید چند تا عروسک رو به طور نمونه گذاشتم و میتونم بهتون بگم قریب به 80% بچه ها تو مناطق مختلف شهر تهران با این عروسک ها ارتباط خیلی نزدیکی برقرار کردن خیلی هاشون دوست داشتن بدونن این عروسک ها از کجا اومدن خیلی هاشون برای صاحبان این عروسک ها نامه نوشتن در مجموع میشه گفت تاثیرپذیری این عروسک ها روی بچه ها خیلی زیاده و ما میتونیم از این عروسک ها برای حفظ محیط زیست عروسک های ایرانی رو دارید شناسایی میکنید جمع میکنید و معرفی میکنید درست میگم؟ میریم روستاها از بانوان میخوان که یادشون بیاد که در گذشته چی میساختن میسازن یادشون میاد قبلا چی لباس میپوشیدن چی میخوردن چه جور زندگی میکردن با گذشتهشون آشتی میکنن و اینا رو میسازن و به ما میرسونن و ما هم به علاقه مندان میرسیم خیلی ممنون بابت این کار به این مهمه مرسی از شما خواهش میکنم که اومدیم شما خواهش میکنم بگین دیگه این ثبت ملی بگین که مهارت ساخت این عروسک ثبت ملی شده در خراسان جنوبی قرار هستش که انشالله عروسک های جاهای دیگه هم به این مجموعه بپیوندن انشالله دستون در نکنه همیشه شاد و سرحال و از این کارهای خوب بکنید ممنون از شما قربون شما لطفا حالتون چطوره؟ عالی سلام جناب خان جان چیه؟ سلام چه چرا همچین کردی؟ سلام سلام علیکم علی اهل وطن سلام علیکم علی اهل وطن چیه؟ خوبی؟ حالا چطوره؟ حالا خوبه؟ بسیار خوب تازه، جوان، عالی هستو آره اینی که رو صورتته به احتمال خیلی زیاد اینجور که دارم حدس میزنم ماسکه دیگه نه؟ بله دیگه بله ماسک زدم که نفس بکشم دیگه آخه چرا؟ ما اصلا تعجب میکنم شما چطور میتونید نفس بکشید توی هوا؟ چطور مگی؟ خب اصلا سختتون نیست؟ اصلا مثلا ریتون خسخس نمی کنی؟ نمیدونم حالا من که نه خدا رو شکر بقیه هم فهم کنم نه حالا چی الان مثلا مشکل شما خیلی گرد و غبار کمه اینجا خیلی گرد و غبار آره اصلا مثل یه هوای طوری نیست آدم بتونه راحت نفس بکشه شما مشکل در اینه که اینجا گرد و غبار نیست بله بعد اونو زدی که بتونی نفس بکشی بله بله این تو رو برای خودم پاره خاک کردم آره آره این خاکو از لای لوله میره تو دماغم قشنگ نفسم باز میشه آره آره اونا این نظرم کار خطرناکه شما چرا همچین کاری میکنی؟ چطور کار خطرناکیه؟ خیلی خیلی ها الان دارن توی نفس میکشن کجا؟ کجا؟ شما الان یه توکی پا با ما بیا و اینجا بلیت میگیریم سوار اتوبوس میشیم بریم جنوب خب بی تمام رفقا دارن تو هم هوا گرد و غبار نفس میکشن دیگه الان متوجه شدم خیلی هم خوش میگذره آره الان متوجه شدم آخه اونا مجبورن تو اون شرایط شما که الان مجبور نیستی نه که نه بابا فقط رام بود ما الان حس میکنم شما نفستون راحت نیست اجازه بدید منو باز بکنم آره آره من خفگی دارم میکنم شرایط شما باشه آره اجازه آره بده نه 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 پش آره عزیز من یه دقیقه اجازه بده موامو نکش موامو نکش بابا مو آت نمیکش آره 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 پشت گردنم آره پشت گردنم بمال خب بیا خب
آها آخش آخ الان احساس خفگی داری میکنی؟ آره اصلا گرد و غبار نیست. نه چجوری نفس میکشین شما؟ یه بوس بده ببینم. دوباره بوسون کردی؟ رامبو دلم برای تنگ شده بود. یعنی جان تو اونجا قشنگ تو هوا گرد و غبار یه متر جلوتر تو نمیتونی ببینی. این قد هوا خوبه. آره جان خودم این خوب به حساب نمیاد. چرا این شرایط بدیه. چرا خوب به حساب نمیاد؟ این شرایط بدیه. نه با بچه ها میرن رو پشت بون گونی میگیرن جلو باد گونی خاک جمع میکنیم باش ساختمون میسازیم. خیلی هوا خوبه. یک خاک مرغوبی هم از به جان تو. پس فکر کردیم ما برای چقدر خاکی از اون با هم رفیقیم. آره میفهمم ولی من به نظرم میاد که نمیدونم داری شوخی میکنی داری راست میگی. ما شوخی دارم ما رفیقیم ما رفاقتی داریم که بخوام شوخی کنم با تو. به نظر من داریم هم قدیم هم سنیم مثلا. من به نظر ما رفاقت داریم با هم دیگه. حالا شما میخوای منکرش بشید؟ نه نه ولی نه من و شما با هم دیگه رفاقت داریم. آره رامبو جان. بله رام اینقدر اونجا خاک خوب تو هوا هست ما تو هوا کشاورزی میکنیم. به جان خودم تو هوا همینطور خاک بغلت مثلا درخت سبز میشه لوبیا در میتوری میریم محصول قشنگ تو هوا میچینیم بعد میبریم خونه قشنگ میپزیم میخوریم. آره تو هوا پر خاک دیگه خیلی خوبه. متاسفم بابت این اتفاق نمیدونم چی باید بگم. الان نمیدونم باید با این بخندم یا باید شوخی کنم. نه چرا نخندی؟ چه همه میخندن شما هم بخند. ما همینجور رو باد میتونیم بنویسیم چون پر خاکه. مشقامون ما به چه اونجا رو خاک می‌نویسن. آره رو هوا؟ آره دیگه هست هر چی نیاز داشته باشیم هست. آره اینا چیزایی که برای شما هسته برای ما خاطر هست. آره اکثرا خاک شش داریم اونجا. بله چی داریم؟ خاک شش. آخ آره خیلی لذت بخشه واقعا. جریان چی آره دیگه خلاصه اینم حال و روز ماست. خلاصه که آقا رام بود حال همه ما خوب است ولی تو اما تو باور مکن. آره من متاسفم. من به نوبه خودم بابت این اتفاق ابراز همدلی و همدردی میکنم و عذرخواهی میکنم. ببخشید. والا چی بگم؟ امیدوارم که تمام آدمایی که توی آب و خاک هستن هم از آبش نصیب داشته باشن هم از خاکش برای زیر پاشون نه برای تو ریه هاشون انشالله. پس دریاتی فونه جاشو حیرونه دریاتی فونه یالا جاشو حیرونه جاشوی حیرون چشم آسمونه جاشو و یالا لنگر کشین بالا یالا جاشو و یالا لنگر کشین بالا وی چه دریایی بمبک فرامونه دریاتی فونه یالا جاوی سیاحه عقابه سیاحه ولا عقابه به 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 اوکی نفسم چاق شده. جان با یه دقیقه تو چهرت نگاه کنم اینو بیا. خب این شیشه اینه که دو اینچه اووری هم دو اینچ. آره هیچ کن تو الان مشکلی نداری؟ نه خوب راحت میبینی؟ چی کار میکنه؟ چون مگه یکی از چشها دایره نیست و یکی بیزی؟ اون یکی اینکه اه ما فکر کردم چشات اینطوریه. نه بابا آخه آره تا الان بگردی جناب خان جان به نظرم بیاییم بریم و ادامه بدیم موافقی؟ ما میگم ای دفعه بگیم بیریم بیاییم حتی نگیم بریم بیاییم موافقی؟ بگیم چی؟ بیریم بیاییم؟ بیریم بیاییم آره بیریم بچه ها بیریم بیاییم. یه تمرین بریم قبلش؟ یه تمرین بریم بشنوه؟ سه دو یک بیریم بیاییم. آه حالا اصلیش رو میریم عالی بود. آره
عالی بود 12 از 20. آره 12 از 20 که عالی نمیشه. چرا با مود که بهترین نامی که گرفتم 12 از 20 بود. خلبان این بار خندوانه ما کسی نیست جز با افتخار بانو رویا نونهالی. حالتون چطوره؟ متشکر، بسیار ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه نازنینانی که در این استودیو هستن و ما به اتفاق برنامه این لحظه رو دامن میزنیم، همچنین به کسانی که تماشاگر شما و ما خواهند بود و حتما از تماشای خندوانه یاد گرفتن و من هم که حضور دارم حتما یاد گرفتم که همیشه لبم به لبخندی گشوده شه و یادم نره که خنده بر هر درد بی درمان دواست. بله خیلی خوب، خیلی هم قشنگ. یه سلام، یه تک سلام بدین، بگین سلام. 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 اینه انرژی ما. به خب، سرکار خانم نونهالی، بانو نونهالی، اجازه میدین من اینجا بشینم؟ اختیار داری؟ مخلصم. ما چشامونو میبندیم، شما ما رو ببرین به یه جایی که خیلی باحاله، خیلی قشنگه، یه جایی که تجربهش نکردیم. مثلا من پیشنهادم آفریقاست. اوه بله، بسیار عالیست، بسیار. موافقین؟ ببندیم؟ بله. 1 2 3. واه، بستی چشما رو. بله، من شما رو با خودم میبرم. فرض کنیم مثلا شهر آکسوم در اتیوپی، جایی که فکر میکنی در زمان سفر میکنید رو به گذشته، در همین عصری که عصر ماست و چیزهای عجایبی میبینین که به نظرتون میاد با یک سرعت بسیار بسیار ملایمی، اصطلاحاً اسلو موشن، همه چیز در جریانه و ببینید در خیال خودتون در شهر صنعتی کارگری آکسوم که بسیار زیباست، ماشین‌هایی از دهه‌های بسیار قبل که همه‌شون هم با تلق و تلوق حرکت می‌کنن، توی خیابون‌ها پرسه می‌زنن و از لابلای اونها زنانی که باور نمی‌کنید به عصر الان متعلق باشن، در هیئتی بسیار عجیب که ما فقط در فیلم‌ها، اون هم در فیلم‌های تاریخی می‌بینیم، با چیزهایی مثل ردا و با زینت‌آلاتی که در عین حالا فقر بر سر و گردنشون آویزانه و معمولاً لابلای این ماشین‌ها شطوری رو با خودشون می‌کشن و هر چه بگم کمه. شهریست بسیار افسانه‌ای و با تصور شما از آنچه از آفریقا میدونید حتما حتما فاصله داره. مثل اینکه به شما بگن بریم شمال، تا بگیم بریم شمال ایران همه میرید به جنگل و میرید به دریا، ولی من دلم میخواد ظرف 10 ثانیه فقط شما رو ببرم به البرز میانه، جایی که نه جنگل هست و نه دریا، ولی یک شاخه از رودخانه هراز هست که بسیار زیباست. همه روستاهای این منطقه در واقع کنار دره قرار گرفتن و یارو بلندی که به هر حال ناشی از هجوم یک رودخانه‌ای در کنار کوه که دره رو ایجاد کرده بسیار زیباست. در 44 کیلومتری پرز بفرمایید آمول از هراز داریم شما رو میبریم. سمت چپ نوشته 44 کیلومتر به آمول. من شما رو میپیچونم به سمت چپ و شما رو میبرم به خطه‌ای که در البرز میانه قرار داره و بسیار زیباست. کوه ظاهرا خشک و تمام زیباییش رو از دره‌های سبزی که عموماً هم گلپره، جایی بسیار بسیار زیباست. این رو گفتم و ختم قائله میکنم، فقط شمال
جنگل و دریا نیست و همه جاش و همه جاش زیباست. و بعدم نمی اومد شما رو به جایی می بردم که تقریبا اهل اونجام، سمتیه که سمت یوش نیما یوشیش هم هست و این جایی که ما در اون هستیم و به قول معروف یک خانه آبا اجدادی هم داریم و شما رو دعوت می کنم به اونجا. تکیه بسیار قدیمی داره و جایی بسیار دیدنی، نامش هم هست تاکور، روستای تاکور نور در البرز میانه. چقدر کیف داد، چقدر کیف داد. کیا دیدن این تصاویر رو؟ تابلوه و اینا رو کیا دیدن؟ اون شطوره و لایه چیزا رو کیا تو ذهنشون دیدن؟ تجربهش کردن؟ کیا ندیدن؟ شماها ندیدین؟ چشاتون بسته بودین دیگه؟ خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. اهل گفتین چه روستایی؟ تاکور. البته این تلفظ فارسیشه، وگرنه در مازندرانی ما صدای او نداریم، یا عموما او میگن یا ا میگن. اونجا هم میگن تاکر. یه جمله میتونید به اون به لهجه که بلدین بگین؟ چی بگم؟ هر چی، یه جمله. بله، خیلی جملات میتونم بگم. یک جمله‌ای که شما تکرارش بکنین زبان مازندرانی. آره. بله حتما. چه جمله‌ای بگم؟ نه، اون میدونید، اون لحنی که میدونید مال یک جای به خصوصی از مازندرانه، وگرنه اگر واقعا مازندرانی خالص صحبت بشه شاید دوستان 100% نتونم بفهم. من اتفاقا در برنامه داستان خود ساختی اصلا در بردم، گفتم هیچ چیز کوچیکیشو مثلا شما فکر بکنید که یه نفر بگه که آه مثلا اونتا کل هرش، اونجا چتی کتینی، آه شقدر جابدا، اره وینی باره در خام جنه اونجا، آه کتین، اره هیچی نفهمیدم. البته این خیلی ساده بود و واقعا نمیشه فهمید. یعنی اگر واقعا فیلمی، برنامه‌ای با زبان مازندرانی شما ببینید باید زیرنویس داشته باشه. ولی به هر حال ساکنین ساری هم مازندرانی هن، ساکنین مثلا بابل هم خیلی رو همه مازندرانی هن. بعضی جاها هست که کلن اون هم متوجه میشن اینو؟ نه، کلن زبان از بین رفته، یه لحن خیلی عجیبی باقی مونده. خب به هر حال اونم واقعیتیه که مازندرانیه، ولی مازندرانی واقعا یک زبانه و اگه دلتون بخواد من تا آخر برنامه مازندرانی صحبت میکنم، ولی واقعا باید زیرنویس بدید. آره، با یه جوری حرف بزنید منم بفهمم که بعد چی وقت چی جواب بدم به اونا. یه جمله بگین ما یاد بگیریم الان بگیم. اچی برو وینانی، اچی تعریف کرده اما خنده کری قش کردی والله. چی بگی یه بار دیگه؟ گفتم این رو میبینید، ایشون رو میبینید، یک چیزی برای ما تعریف کردن که ما از خنده قش کردیم همین. خب بگین حالا یه بار دیگه. ویر وینانی هچی همیزا داری با گرده اما خندکاری خواهر شد. نه دیگه با بیخیال دیگه نمیتونم بگم. عالی بود. خیلی باحاله. چه خوبه که شما یه زبون دیگر رو بلدین غیر از فارسی حرف زدن. بله، خیلی جذابه. راستشو به شما بگم، اینی هم که میگم اصلا شعار نیست، چون وقتی مثلا 15 سالم بود که دیگه شعار نمیدادم. ولی واقعیت اینه که یکی از افتخارات من اینه که اولا به زبان فارسی حرف میزنم، دو اینکه از راست به چپ مینویسم، و سه اینکه یک زبان بومی ایران رو بلدم. این فوق العاده است. خیلی برام جذابه. من این روحیه شما رو تحسین میکنم. چقدر خوب آدم اینقدر دوست داشته باشه زبونش رو و اون چیزی که بهش تعلق داره رو اینقدر دوست داشته باشه، نه؟ خیلی. شما پرچم ایران دوست داریم؟ چطور دوست ندارم؟ اصلا خیلی. فرض بکن که فکر کنی دوست نداری، چجوریه که هرچون میره بالا هوا رو میکشی؟ آره اصلا. خب این یعنی دوست داشتن. مو به تن آدم. من همین چند تا دونم اینجوری میشه رو کلم. آره. خیلی لذت بخشه. شما تو حرف زدنتون از اصطلاحات انگلیسی استفاده میکنین؟ نه تنها استفاده نمی کنم، بلکه سعی هم می کنم که استفاده نکنم. پس خودتون رعایت می کنین؟ سعی می کنم. آفرین. آره. شما فارغ التحصیل نقاشی از هنرهای زیبایی؟ بله، نقاشی از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران. چی شد که نقاشی خوندین؟ و چرا بازیگری میکنین؟ چرا کارگردانی میکنین؟ خب ببینید، خیلی چیزا در کنار هم پیش میره. من نقاشی خوندم میدونی که بسیار به نقاشی علاقمند بودم و از قدیم. بله اصلا نقاشی میکردین؟
نمیتونم اسمشو بذارم که مثلا شما پیوسته از من نقاشی میدیدید، ولی هر وقت نقاشی میکردم خیلی خوب نقاشی میکردم. شده بود حتی بوم بذارین و چیز رو سپاریه و اینا؟ نه، تا زمانی که برم دانشگاه بله، صرفا روی کاغذ. تو خانواده هیچ کس نبود این تجربه داشته باشه؟ چرا، من یکی از خواهرانم هم محرون و نهالی، هم نقاشه هم گرافیسته، و اساسا بستر خانواده در جهتیه که تو به خیلی چیزها توجه میکنی، و پدر و مادر من اشتغال به کار هنر نداشتن، ولی بسیار آدم های اهل هنر و با فرهنگی بودن. این که میگم با فرهنگ به من ربطی نداره، از پدر و یا مادرت تعریف میکنی، فقط قدر روزگار رو دونستی و فکر میکنی خدایا اگر هدر نداده باشم آنچه رو که اونها دلشون میخواست که من باشم، خودش خیلی عالیه. الان اینجوری چی فکر میکنین؟ والا میدونید یه چیزهایی من احساس میکنم در وجود من هست که میتونم به سادگی از اونها صحبت بکنم، و این داله بر خودخواهی من نیست، چون اکتسابی نیست. ما بخشی از وجودمون پرورشیه، اون بخشش که مربوط به پرورش ماست، کاریه که اونهایی که ما رو بزرگ کردن انجام دادن. به همین دلیل اگر من گاهی یک بارقه هایی از مهربانی در خودم میبینم، و اگر بگم چرا من آدم مهربانیم، این از خودم تعریف. خب دیگه چی بگیم؟ از خودم تعریف. شکست نفسی بود. نه ترسیدم، فکر کردم شما نامهربانی. اصلا از خودت تعریف نکردی. آها. اگر بگی من مهربانم. آها. چون اگه مهربان باشی یعنی شما رو مهربان بار آوردن، و اگر باشی یعنی دستشون درد نکنه. چه خشن. حالا اگر واقعا صفاتی از این دست در خودتون یافتید، واقعا بخش اعظمش پرورشیه، و قدر بدانید کسانی رو که، و قدر بدونیم کسانی رو که ما رو بزرگ کردن و به ما آموختن وقتی که خیلی بچه بودیم. عالی. باید لبخند بزنین به تماشاچی در منظر، چش تو چش، یعنی شما چش تو لنز، اونا چش به تلویزیون، و 5 ثانیه لبخند بزنین، امتیاز بگیرید. فقط لبخند. بله. آماده این؟ 5 ثانیه براش میشمونیم، از بالا میایم پایین. 1 2 3 5 4 3 2 1 قشنگ. بریم بیاین یک رفت آمد جمع جور بکنیم، گپمون ادامه بدیم. آماده این؟ 1 2 3 بریم بیاین. بانو رویان و نهالی اینجا هستن، داریم گپ میزنیم، خیلی هم داره بهمون خوش میگذره. خیلی شما درجه یکیم و من به شما افتخار میکنم. یه چیز اینجا داشتم گم شد. از اونجا که نقاشی میکنین و نقاش هستین، چهره یکی از بچه ها رو انتخاب بکنین، خب من نفهمم، و صورتش رو طراحی کنین، من نگاه نمی کنم، ولی همینجور با هم گپ هم بزنیم لطفا. بگید که نقاشی چه تأثیری در بازیگری شما داره یا کارگردانیتون؟ نقاشی؟ کارگردانی رو بیشتر میفهمم، یعنی بیشتر میتونم حدس بزنم تا بازیگری. کارگردانی میتونه اون وقت کمپوزیسیون چی بهش میگیم ما در فارسی؟ ترکیب بندی رنگ، بود، و از بقیه قواعد بصری تو کارگردانی شما میتونید استفاده کنید که تو نقاشی میتونید حسابی تجربهش کرده باشین، درسته؟ بله. ببینید من اصلا اینجوری خدمت شما بگم، میفرمایید که به هر حال تو هر کاری که میکنی، مثلا نقاشی، اون چه که واضحه وقتی تو به نقاشی مبادرت داری، یعنی نقاشی میکنی و گهگاهی مشغول نقاشی میشی، و یا هر کار دیگه ای، مثل اینکه وقتی شما بازیگری، اگر به موسیقی اشراف داشته باشی خیلی فرق میکنه با بازیگری که به موسیقی اشراف نداره. یا مثلا
من الان نمیتونم هم خط خطی کنم هم جواب شما رو بدم. ای بابا. میدونی چی شده این صفحه؟ شبیه وقتی شده که آدم با تلفن صحبت میکنه خط خطی میکنه. از این کارا میکنی؟ از این کارا میکنی؟ بله. با تلفن شما اگر تونستی چهره کسی رو اینجا پیدا کنید من به شما جایزه میدم. آخ 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 آخ. آره. یعنی واقعا. ولی یه چیزی خدمت شما بگم. جدا خود نقاشی به دلیل اینکه بسیار بسیار در پرواز دادن تخیل دخیله و خیلی اصلا یک بستر تخیل امن و گسترده است. یعنی اصلا فکر نمی کنید که آخ این فکر نکنم، نکنه اینطور بشه، نکنه اونطور بشه. اصلا یکی از اون چیزهایی است که بسیار شما رو میبره به سمت اینکه تخیلتون پرورش پیدا بکنه. و من گاهی اوقات فکر میکنم کسانی که در خیلی کارها موفق میشن تو هر کاری، الزاما حتما اون کار نباید هنری باشه. به نظر من تخیل بسیار تربیت شده و گسترده ای دارن و من به شما پیشنهاد میکنم که یک کاغذ و مداد دستتون بگیرید و الان به شما خواهم گفت که چند خط کشیدن چقدر ساده است و اصلا شما مجبور نیستید حتی حرف کسی مثل آقای رامبد جوان رو گوش بدید و خودتون رو هی بخواید چهره یک نفر رو انتخاب کنید. بعد اون وقت این سوال پیش میاد چرا چهره ایشون، چرا چهره اون یکی نه، برای خودت پیش میاد و بعد فکر میکنی خب بله حرف درستی. ولی من الان دلم میخواد به شما بگم که چقدر ساده میشه خط خطی کرد و قسم میخورم همین لحظاتی که داشتم اینجا برای خودم خط خطی میکردم چقدر فرق داشت اگر که این کار رو نمیکردم. بله آقا من کارم تمام شد. راست میگی؟ بله. نه شایدم بشه ادامه داد ولی خب این چیه؟ این چیه؟ چی این شکلیه؟ این چیه؟ این هیچ، این اصلا شخص نیست. من فقط خواستم بگم اگر شما رو کاغذ واقعا فقط و فقط خط خطی کنید جدا بسیار ذهن رو باز میکنه و کم کم میرید به یک سمت عجیب. نه 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 اشتباه، این کاری که شما کردید خط خطیه ولی همین رو شما میتونید خط خطی کنین دیگه. نه دیگه ببین، نه خط خطی بی فکره. الان شما فکر، البته خط خطی کی میگه؟ من خیلی فکر داشتم تو خط خطی ها کاملا فکر داشتم. الان میتونم راجع بهش حرف بزنم. خط خطی بدون فکرم البته من حرف خودم پس میگیرم چون بسیار کاربرد داره. الان شما مثلا میتونید تصمیم بگیرید که چند تا دایره اینجا بذارید که به آخره اثرگذار باشه و این طرح رو به جاهای دیگری ببره. اگه به من پن بیام مال شما. بیا این اون یکی بود که قرار بود بشه که نشد، شد یه طراحی و این همون سه تا دایره، نه دو تا دایره بود که من کشیدم بعد ایشون استفاده بهینه کردن از دایره های من. و البته من اجازه دارم الان چیزی بگم؟ حتما. و همین الان؟ بله. و هرگز فکر نکنید برای اینکه طراحی کنید و نقاشی کنید باید حتما چهره کسی رو بکشید. این یک بخشی از طراحیه. یکی دوست داره حالا استراحاً پورتره بکشه یا صورت بکشه، بعضی دوست ندارن. بعضیا حتی در زندگیشون هرگز و هرگز طرحی از یک آدم نکشیدن ولی نقاشان زبردستی هستن و طراحان بسیار ماهرن. چه خوب. منم می‌خوام این تجربه رو بکنم. با چهره کی؟ هیچی، خودم باز خودم خط خطی. خط خطی. خط خطی به خدا عالیه. بفرمایین که الان دارین چیکار میکنین؟ الان هم مشغول یک فیلم سینمایی هستم. چی اسمش؟ اسمش هست نیمه شب اتفاق افتاد. از همه مهمتر اینه که داریم یک نمایش اجرا میکنیم که هم خودم کارگردانیش کردم و هم بازی کردم و از همینجا شما رو و همچنین دوستان عزیز رو واقعا دعوت میکنم به تماشای این نمایش. این نمایش در تالار شمس اکو اقدسیه. بله من اونجا بازی کردم. بله کمدی از مولیر به 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 نام تارتوف. به به. معمولا همه مثلا خصیص مولیر رو میشناسن. ما 10 نفریم که رو صحنه ایم به اضافه 4 نفری که اهل موسیقی هن و موسیقی در صحنه است. عمدتا هم همه بچه ها اهل تئاترن و بالا اون بخشی که مال موسیقیه که کلن حرفشون و کارشون موسیقیه.
و من الان نمیدونم شما دارین به حرف من گوش میدین یا دارین چی میکشین. به خدا خیلی خوب. الان ببین خط کردم. من دیدم که شما یه تمرکز ویژه در عین یعنی موازی با این کاری که الان دارید میکنید و گرداندن برنامه است، شما یه تمرکز ویژه‌ای رو هم در خیلی هم بهم لذت تجربه کردید. خیلی واقعا بهم لذت این کار رو بکنید. خیلی تمرکز میده و اصلا ذهنتون باز میشه. چه اونجوری میکنین قیافاتونو؟ بجنسی نگه بخواییم مثلا مسخره کنین لذت منو. مگه اینجا کسی هم مسخره میکنه؟ هیچ وقت! هیچ وقت! بچه واقعا مزه داد. کاملا همچیز بودم، همراه بودم با خانم نونهالی و شما. ولی کاملا اینجا هم داشتم کیف میکردم. عجب تجربه قشنگی بود. من بازم از این کارا میکنم. حتما شما به من یک چیز خیلی لذت بخش یاد بدید. ممنونم ازت. خواهش، من فقط یاداوریش کردم چون این خطی کردن ها از قدیم الایام آره بوده. شما بچگی شیطنت میکردین؟ بعید میدونم کسی در بچگی شیطنت نمیکرده. شیطنت یکی از آتیشایی که سوزوندین یادتونه؟ من واقعا میگم مایه های شیطنت هم در پدرم بوده و هم در مادرم و همچنین در بقیه اعضای خانواده و هیچ وقت هیچ شیطنتی واقعا با مثلا ما یک بزرگبانویی همیشه در منزل داشتیم که در واقعا میگم یعنی اصلا احد حتی پدرم همه از او حساب میبردن و ما معروف بود به ننه سنمبر. ننه سنمبر و ننه سنمبر فقط تنها کسی بود که واقعا واقعا روحش شاد و نمیتونم بگم نمونه یک زن واقعا سالار که از و بدون اینکه سوادی داشته باشه. نسبتش با شما چی بود؟ خط نانوشته میخوند. نسبتش با شما چی بود؟ ننه سنمبر از بچگی مادرم در منزل مادر بزرگم اینا بودن و وقتی مادرم از اون خانه خارج شد گفت که من با روحی میرم و واقعا همه کاره خان یعنی اصلا زندگی دوران کودکی ما بدون ننه سنمبر و بدون تجربه سالاری و قرص و محکمی او اصلا تعریف نمیشه و او فقط تنها کسی بود که و مازندرانی زبان بود و تمام مدت رو کف دستش خط میکشید اینه یعنی هر شیطنت میگفت اینا ببین خط و نشون رو میکشید یعنی اینکه من مثلا پدر بیاد میگم روحی مادرم بیاد میگم ولی همیشه هم میگفت ولی واقعا خدا رحمتشون کنه ما هرگز و هرگز تجربه خشونت رو در خانه نچشیدیم. چقدر خوب. و واقعا کارگوشا نیست و یک بچه خیلی وحشتناکه وقتی اخم و تخم والدین رو میبینه بی پناه محض و واقعا گاهی والدین حواسشون نیست و چنان خشونتی در خانه حاکمه که اصلا و ما به جز خط و نشان کشیدن ننه سنمبر نه دعوای پدر رو چشیدیم نه دعوای مادر رو و نه دریغ از یک چک کوچک. تو رو خدا خیلی کیف میده بچه بزرگ شه و هرگز در خاطرش نباشه که کسی به سمتش هجوم برده پرخاش و یا کرده. کسی گوشش رو کشیده و یا به خاطر کاری که بلد نبوده خوب و بدش چیه ملامت شده و هرگز ندانسته چرا چنان چک سرگیجه آوری رو چشیده. البته من نگاه میکنم از قیافه ها مشخص همه آرامن و انشالله همینطور باشه واقعا ولی چون با به همه هم میدونیم دروغ هم نمیگیم به خودمون به همین دلیل من تاکید کردم روش. دم شما گرم. از پدر چیزی یادگار داریم؟ از پدر صد البته که ما رو شریک کنیم؟ که ما رو شریک کنین توش. وقتی که خب من سن زیادی نداشتم و از پاره چیزها بسیار ناراحت بودم و از دید او به حق ناراحت بودم ولی کاری از دستم ساخته نبود همین رو مادرم تاکید داشت روحی و هم پدرم که اون شعر معروفه که عزیزم گر دلت از سختی دنیا غمی دارد بزن بر طبل بیاری جانم عالمی دارد ولی به نظر من بیاری این تعریفه حالا شاعر میگه و او تصور خاصی از این حرف داشته منظور بیخیال بودن و به کسی و چیزی اهمیت دادن نیست یعنی اینکه اگر میتونی بر چیزی اثر بذاری اثر بذار اگر نمیتونی بر چیزی اثر بذاری و باید از کنارش رد شی رضا به داده بده و از جبین گره بکشا
عجب. چی شد؟ هیچ. خب خواستم بگم جای یه نفر خالیه، جای کسی که شما قطعا خب خیلی دوستش دارین، بازیگر خوبی بود توی تئاتر، ماهگل مهر عزیزم. بله خواهرزادتون جان جانه. بله تجربه عجیبی بود. بسیار باش کنار اومدیم. کنار اومدن شاید بخشی همون رضا به داده به دست، ولی به هر حال پیوسته دست آدم رو به آسمانه و طلب قدرت تحمل و آره به هر حال سخته. خیلی ها هم این ماجراها رو چشیدن، ولی اگر بخوایم غم یک چیزی رو فراموش که نمیشه کرد، در کنارش در واقع باهاش آره یه جوری زندگی بکنیم و بازم نمیتونم بگم سهلش کنیم، ولی روانش کنیم، حداقل بتونیم درش قوته‌ور باشیم، نه اینکه چسبناک باشه. ما میتونیم از کسانی که زودتر از آنچه که در تصور ماست میرن، مسائلی براشون پیش اومده، بیماری به بیماری مبتلا شدن، آنچه که کردن و زندگی رو چطور با اون مشکلات سپری کردن، اون میتونه واقعا برای آدم درس مهمی باشه. اینو به شما بگم، من واقعا وقتی که او رفت احساس کردم که حوصله هیچ کاری ندارم و چنین روحیه‌ای رو در خودم سراغ نداشتم. حالا این که اصلا این نمایش رو من دست گرفتم پس از اون بی‌حوصلگی که فکر می‌کردم واقعا هرگز کار نخواهم کرد، یکی از دلایل شکل گذران زمانی بود که ماهگل در عین بیماری واقعا طی می‌کرد. او در 5 سالی که بیمار بود شاید بیشترین میزان روی صحنه بود، چون بازیگر بود، فارغ التحصیل رشته بازیگری بود، لیسانسش بازیگری بود، بسیار خوب می‌نوشت و حتی نزدیکای وقتی بود که می‌خواست ما رو ترک کنه، کتابش هم یک مجموعه شعرش که البته شعرهای زیادی داشت و می‌خواست به مرور اینها رو در بیاره، اولین مجموعه شعرش رو به 100% بهش نرسید، سپیدار 9 سال گواه است. واقعا فکر کردم اگه کار نکنم پس آنچه از ماهگل آموختم چیه؟ از یک بانوی جوان بود و بسیار جوان بود و خب سنش خیلی از من کمتر بود، اگر نیاموزم پس چه بکنم؟ و مگر اگر مشکلی از جانب دوست رسید ما باید قهر کنیم و بگیم که چرا اینطور شد و چقدر بد خواهد شد اگه خدای نکرد از ذهنمون بگذره چرا من، چرا ما؟ برای اینکه همه ی آدم ها با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن، ولی واقعا این سالها برای کارهایی که دوست می‌داشت تاخت و من اگر نتازم پس چه بکنم؟ بریم بیایم به خاطر اینکه جناب خان میخواد بهمون اضافه شه و ببینیم که خدا به خیر کنه چیکار میخواد بکنه با ما. بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. جناب خان به به جناب خان باورت میشه؟ نه واقعا خودم هم دیدم باورم نشد، به جان خودم باورم نشد. دیدی؟ خانون حالی جناب خان، جناب خان خانون حالی قربان شما، قرار سلام علیکم. ایشون که اصلا شخصیت بسیار معروف، مشهور، خوشنام خجالت کشید، خوش رو لوس کرد. ولی واقعا باور نکردنی. میگم شما کی آزاد شدین؟ کی اومدین بیرون؟ از کجا اومده بیرون؟ از او گردابی که توش افتاده بودین، اون مسیر اشتباه، کی اومدین دیگه؟ خدا رو شکر ایشالله که همه جوونا مثل شما این کار قاچاق و اینا رو بذارن کنار. آها آره برگردن به مسیر درست. اون فیلم عزیزم، اون تو سریال بود، اینجوری بود. سریال چیه؟ هم خانم ناتاشای دیگه. آره ولی آره دیگه تو فیلم دیگه، تو سریال، ولی نه اینجا. حالا الحمدلله خدا رو شکر که از اون مسیر اومدن بیرون. حالا هر کی هست. آره از چه مسیری؟ خیلی تبریک بابا، قاچاق میکرد نه ای تو را، قاچاق آدم میکشل با عبدالله پلنگ بود با از قرکوپک آره آره ایستتا با هم بودن یک، ولی خدا رو شکر که از اون بالاخره جریان از اون منجلاب خدا رو شکر بیرون. رایت بکن ایشون بازیگرن، اون نقش رو بازی کردن.
باشه باش حالا جوای خوشحالی الان میبینیشون؟ خیلی خیلی خوشحال. بابا یه کار دیگه هم دیدم شما تو زندان بودین. اشتباه میکنم؟ کم نبوده. هر جما شما دیدین پشت میله ها بودین. خدا رو شکر الان که آزادین. بله بله خدا رو شکر. یه ویژگیه شما خیلی نقشای متعددی بازی کردین تو حال هوای مختلف. بله بله من خیلی یکی از اینجا یکی از اینجا. آره یعنی واقعا نقشای مختلفی بوده که خیلی ربطی به هم نداشتن و تو میتونستی واقعا تجربهشون کنی، وارد احوالشون بشی و این یه بخته به نظر من و خیلی خوشحالم به عنوان بازیگر. و حالا شما گفتید که اون نقش بود و دیگه این خودش بازیگره، ولی واقعا بازیگر همه تلاششون میکنه که نقش باورپذیر باشه و در واقع به نوعی این شعار نیست، این واقعا صحت داره در حیطه بازیگری که تو خودت رو فراموش میکنی برای اینکه چیز دیگری، یک شخصیت دیگری عینیت پیدا بکنه، جلوه بیرونی پیدا بکنه و بعد مردم ممکنه اون شخصیت رو دوست داشته باشن و تو رو به اون نام بخوانند. به نظر من خیلی جای خوشحالی داره، یعنی هیچ عبایی نیست که یه وقتی که ندونه که مثلا من حالا رویام فامیلم هم نونهالیه و من رو مثلا به ناتاشا صدا میکنه و حتی هستن کسانی که خیلی با محبت من رو ناتاشا جان خطاب میکنن یا خانم ناتاشا محترمانش خانم ناتاشا یا نقش های دیگه. به نظر من همش جای خوشحالی داره و عالیه. خانم ناتاشا ببخشید میگم یه خورده مو یه سری لبوهای آلو عورایی دارم. خب اینا رو شما میشه از مرز بره ما رد کنی؟ شما که دستتون آشنا داری و اینا؟ عذرخواهی میکنم دیگه دست برداشتم من از کارم. آره دیگه خلاف الان دیگه کار خلاف کارای... خب خدا رو شکر ولش کن. آره خدا رو آره نکن این کار واقعا پیشنهاد نده. بله بله فقط ببخشید شما این شست مرغتون رو چطوری نگهداری میکنی؟ چی رو؟ شست مرغ. شست مرغ؟ میگه دو تا سیمرغ نداری؟ دو بار سیمرغ گرفتین. کجا اون سیمرغ؟ اون سیمرغ ها در دفترمون. آها دارن دیده میشن و هست. بله برای اینکه جذابن. آره و یادآور خاطرات خوشن. سومی فکر می‌کنین کی میاد؟ والا بهش فکر نمی‌کنم و مهم اینه که تو از کاری که کردی میگم 90 مرغ میشه دیگه. نگهداریش واقعا سخت میشه. صبح تا شب خود خود میکنن. آره. نه واقعا باید آدم کارش رو درست انجام بده چون شما هر چقدرم اصلا بحث جایزه به دلیل اینکه جایزه ها با داور ما سر و کار داریم و هر داوری صاحب سلیقه است، در این حال که همه باید از یک به قول معروف حد لازم برخوردار باشن که همیشه هستن، ولی خب سلایق هم دخیله. به نظر من نمیشه خیلی به جایزه فکر کرد. بر. خیلی باید میشه، خیلی آدم خوشحال میشه از دریافتش، ولی آره دیگه همین هم بسیار عالیه و من خوشحالم. وی بازیگر بی نظیری چه پراسی مرغ میگیری رویا نونه حالی وی هله هله مالی دست بازیگر بی نظیری چه پراسی مرغ میگیری پراسی مرغ میگیری. بگو شعرتو، شعرتو بر بگو چی گفتی، بگو چی گفتی. بازیگر بی نظیری چه پراسی مرغ میگیری رویا نونه حالی وی هله هله مالی. این هم تقدیم به شما. واقعا این کارت عالیه. دمت گرم. رو سفیدم کردی. رو سفیدم کردی. و دار قربانت برم. سفیده نارگیله، سفیده سیاه نارگیله، بنفشه نارگیله، ارغوانی نارگیله، بنو تمام رنگای دیگه گفتم نارگیل قاطی کردم. آره بیرون از اینجا حاضرین چی کار بکنین که یک نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنن؟ قولشو بدین
زمان و مکانش رو اعلام بکنید، دوربین ما میاد یه گزارش بگیره که شما به قولتون عمل کردید. من میتونم قول بدم یک شب گنجایش سالن ما تقریبا 200 نفر میتونن از نمایش ما در شبی که با هم قول و قرارش رو میذاریم دیدن کنن، با دیده منت مهمان من و گروه ما باشن، ما یعنی مهمان ما باشن و شاید ما بتونیم ظرف یک ساعت و نیم یک کمی بیشتر که نمایشمون در جریانه به هر حال باعث بشیم که دوستان فکرهای معمولی رو که دارن نکنن و حتی اگر مثلا فرض کنیم بعضی ها کلن از نشستن و گوش کردن و تماشا ممکنه خسته بشن، ولی همین که به اون چیزهای معمولی که همیشه فکر میکنن فکر نمیکنن، من راضیم. یعنی فکر میکنم کار خوبی صورت گرفته. به هر حال این رو واقعا وعدش رو همین امروز بذاریم و بسیار خوشحال خواهم شد. یعنی 200 نفر بله رایگان بله میان نمایش شما رو تماشا میکنن، نمایش تارتوف نوشته مولیر، کمدی مولیر. بزنین یه ذره یه جهت دیگه بدیم، بگیم که این اتفاق برای کسایی بیفته که ممکنه در حالت عادی جز برنامه‌شون تئاتر دیدن نباشه و شاید اگر هم دوست داشته باشن تئاتر ببینن هزینه‌اش براشون راحت نباشه. من فکر میکنم چنین وعده وعیدی حتما این رو در بر داره، وگرنه کسانی که میتونن به راحتی خودشون اقدام بکنن، وارد سایت بشن، تارتوف رو بزنن، سایت های فروش بلیط میاد، اونا اگه بتونن این کار بکنن که خب انجام میدن و واقعا حمایتی است که از گروه های تئاتری میکنن، باید بشه. ولی کسانی هستن که حتی بسیار علاقمندن، میشناسن اصلا تئاتر رو و نمیتونن. من در خدمتشون هستم و کی. یا 25 اینو هماهنگ میکنیم، یا یک شنبه 25 مرداد یا دوشنبه 26 مرداد. من در خدمت هر اون کسی که شما تایید بکنید من هستم. فوق العاده است و گروه ما واقعا خوشحال. کام میخوایی بری ببینی؟ الو 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 بنام بنام نگاه کن، 25 مرداد یا 26 مرداد، آره 200 از بچه ها رو ردیف کن. نه آره آره اینجای برنامه، آره برنامه. نه بابا نه نه آقا بسپار من از بنام یه لحظه گوشی ببخشید خانم نونالی، این اجراتون ساعت چنده؟ نه سب کن یه لحظه یه لحظه یه لحظه اجازه بده خانم شما جواب فقط ساعتشو بگی، ساعتشو نگین، نگین شب. آره بنام نگین آقا نکن عزیز من، بنام شام هم اینجاییم بابا. چی شام اینجاییم؟ شام مهمون خانم نونالی. آقا مهمون به من توجه کن جان به من توجه کن، قطع کن اونو بگو بنام به دوباره زنگ میزنم، دوباره به زنگ میزنم. خیلی حافظ خیلی جان چیه عزیز من؟ بله این 200 نفر خب گزای اونجوری من نگاه نکن با اون چشات خود میای نزدیک ما. خیلی خوب این 200 نفر خب احتمالاً بچه‌هایی ان که ما تعیین میکنیم برن اونجا ببینن. میشه بچهای ما رو تعیین کنی؟ نه خیلی خوب جان جان نه نه ببین ببین من و تو هم میتونیم بریم تماشا بکنیم اون شب خب؟ خب ولی این معنیش نیست که 200 نفر رو شما و بهنام تعیین بکنین بیان، اجازه بده که من مدیریت کنم این قضیه رو. باشه یه نفر هم شما بیاد سر 99 نفر. نه آقا نه خواهش میکنم خانم اجازه بدید من به عهده میگیرم این مسئولیت رو، خواهش میکنم ورود نکن به این قضیه. باشه ورود میشه خروج کنم از این قضیه؟ آره 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 حتما خروج کن از این باشه قضیه. باشه ولی شامو میایم ما، حالا ما ممکنه اجرای تئاتر نیام ولی شام 100% دیگه 25 یا 26 مهمون شما. خیلی خوب آروم بگیر یه بوس بهم بده. بوس دیوار نما کن هر بانه میای اینجا بوس بکنی حلکی واری جا خب. خیلی هم عالی، خیلی خوبه، این خیلی قرار قشنگیه. مرسی دمتون گرد. الو 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 بنام جان بنام بنام نگاه کن آره این بچه های بیار آره نکن. نه یه لحظه نه یه لحظه نکن. نه خواهش نه میکنم. اجازه بده شما ما صحبتمون بکنم اجازه بده. نه اون 200 نفر 200 نفر به خصوصی باید باشن. باشه نه بحث دیگه آقا نه از فک فامیلای شما بحث دیگه ایه. شما میدونی ما چی میخوام بگم ببینم؟ بله همین الان داشت میگفتی بچه ها رو نه چی دیگه میخوام بگم میدونی چی میخوام بگم؟ اجازه بده بگم بگو بنام جان نگاه کن بچه های بیار آره تمام بچه ها رو با چوب و اینا بیار احیانا اگه اون ماشینه اسم مادر نیمد بریزیم کل خندوانه بپکنیم. آره 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 تمام بچه ها بیانا آره ما قولش گرفتم. جوان من نمیتونم الان حرفی بزنم. چرا؟ آقا من میخوام اصلا جدا از اون 200 نفر شخص ایشون به همراه دوستانشون مهمان من شب دیگری تشریف بیارن.
به 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 وی اینقدر گفتی بازیگر بی نظیری چپ و راستی مهم میگیری رویا نور حالی حله حله مالی حله حله مالی وی حله حله مالی بله بله بنام تو گوشی دستت دیگه ای بابا آره بنام به چای اگه توی ستاره 80 این ماشین ما برنده نشدیم کدوم ماشین رو بعد برندش یه دقیقه قطع کن تلفن رو با بنام بنام دوباره به زنگ میزنم اول تو قطع کن نه اول تو قطع کن اول خدافظ بنام خدافظ خدافظ خب باشه قطع کردم جان آقای عزیز اون ماشین خب تیه قرعه کشی خب دیگه همین آره خب بله معلوم میشه قرعه کشی یعنی چی قرعه کشی یعنی دست میکنی او تو اسم جناب خانه میاره بیرون خب نه دیگه این که نمیشه قرعه کشی که چی میشه قرعه معنیش این نیست خب یعنی کاملا تصادف و شانس این وسط اهمیت داره خب یعنی ما دیگه اینقدر ارزش نداریم شانس اسم ما بیاره بیرون بابا نه دیگه وقتی این داریم میگیم این خصلتو داره که نمیشه اسم تو در بیاد شاید یهو اسم تو هم در اومدا رام بود کوکا اسم ما در اومد که خوب در نیمد این بچه ها اینجا با چوب آمادن میریزن خندوانه میپکنیم حالا گفته باش به نظرم خیلی کار بدی میکنم چه تشت تشت و عبا میگیرم و ماشینه میذارم به جیر نه عزیزم این شکلی نیستش بخار من عذر میخوام این بحث ما تمومی نداره آقای عزیز 780 خب. کاملا رسمی و قانونی این کار انجام میده و نمیتونی این بازی رو راه بندازی حالا من چقدر به تو مدارم برای شما حالا. منم باشد. دارم برای شما بفرما. ببخشید خانم خیلی ممنونم ازتون تقدیمتون بکنم یه کتاب هم میتونم تقدیمتون بکنم کتاب مورد علاقه منه بیاری این لوح رو به پاس حضورتون در خندوانی و مهربونیتون و حرفای قشنگی که زدین و کمک کردین برنامه ما جلو بره تقدیمتون بکنم مخلصم بسیار با افتخار و با کیف متشکرم یه جا بذارین ببینیش بذارین بغل دستمون 100 درصد راست میگین بله آره احساساتی شده نه جدی بود رفت بغل سیمرغا نه این یه کمی نزدیکتر قرار میگیره چون ببینید خنده داره بعد رنگ و رخ هندوانه داره من به شما قول میدم این رو میذارم جایی که بیش از هر جایی در خانه از اون استفاده میشه پیشخانه آشپزخانه به به چه قشنگ ببینیش بهش لبخند بزنی 100 درصد خیلی عالیه به علاوه اینکه حامی برنامه‌مون هدیه داده که من تقدیمتون ممنونم مخلصم اجازه اینا تقدیم شما ممنون شما متشکرم این کتاب بسیار کتاب لذت بخشیه باهاش کیف خواهید کرد به 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 عالی مرسی بله تقدیم خوش گذشت واقعاً آدم دق دادی من نه جدی آدم می‌بینه یه نفر از نکن این کارو آدم می‌بینه یه نفر از این گرداب اومده بیرون چقدر خوشحال میشه بابا کدوم گرداب خانم نونهالی بازیگر کشتی منو متوجه نمی‌شی بابا قاچاق می‌کردن تو فیلم آقا دیگه آقا توی فیلم این اتفاق داشته می‌افتاده حالا من هی دارم رعایت می‌کنم میگم جناب خان نه ایشون بازیگرن ببین چیکار می‌کنی با اصلا شما رعایت می‌کنی میگی آره واقعا رعایت کن دیگه تو هم دیگه ما نمیفهم ما میام اینجا خدا رو شکر میکنم بابت اتفاقات خوب نیست ایشون شما... آفرین به تو که اینقدر مهربونی و حمایت عاطفی میکنی آدما رو ولی ماجرا اینه که ایشون اوشون نیست
یعنی ناتاشا نبودیشون؟ نه. یعنی ما یه رو تا حالا اشتباه گرفته بودم اون صحبت هایی که کردم؟ الو بهنام. ای بابا ول کن بهنامو. بهنام جان آقا نمیخواد با بهنام صحبت کنی. بهنام ولش کن، توجه نکن. بهنام توجه نکن. نه نه این صدا پارازیته میاد تو گوشم. پارازیت خودتی. من نکن این کارو. خوب آنتن نمیده. اینجا صدا خشخش میفته رو. آقای محترم قرار نیست تو این کارو بکنی. من بعد اون 200 نفر انتخاب بکنم. بهنام حالا بهت زنگ میزنم. باشه. بهت زنگ قربانت فادوت با 200 نفر بیا اینجا تو آد ببینی. شاممون خانم نان و علی باشی. بوس بوس. چیکار کنم دیگه؟ بگو بریم بیای. بریم یا بیریم؟ بیریم. بیایم یا بیایم؟ بیایم. پس 3 2 1 بیریم بیایم. نه صبر کنید یادم افتاد جان. یه گزارش خیلی باحال از سیر جان داریم با بهروز جان بقایی و تیم فوتبال 47 و اصلا اصولا سیر جان و اینها خیلی باحاله و حتما ببینین. الان به بوی برده که بگو الان. بچه ها آماده باشین 3 2 1 بیریم بیایم. سلام. از چیزهای خوبی که گیر ما اومد در سیزان یک مسابقه جذاب و دیدنی است. مسابقه بین بچه های سندروم دان و یک تیم دیگه و امیدوارم که یعنی من مطمئنم که این تیم ما میبره. من خودم هوادار تیم سندروم دان هستم و اگه بدونستی بچه هاش با چی شوق و هیجانی منتظر مسابقه بودن و مطمئنم ما برنده میشیم. شما دعوت میکنم به دیدن این مسابقه بسیار بسیار جذاب و دیدنی. ببینید این مسابقه دارم تماشاگر رو وارد میشم. بچه ها را همه را راهنمایی می‌کنم. حرفی من به ارتدم مستقیم به بچه ها میگی. متوجه چی شد که این 11 نفر میرن بقیه رو نیمکت میشینن. ما آمارتا 4 تا رو میذاریم دفاع. 4 5 1 باید چه کارت کنیم؟ شما آفایی و آفا خود اصابی اصابی گوه میکنید آقا خیلیم اصابی و آفا خود واضح خود باشید فقط سعی کنید که بازی خوب بازی کنید. خب شما مردان رو زیاد در روز آخورشون نکنید. خب ببینید خورده سعی کنید که ملازم اونا رو بکنید باشه. خیلیم گرمونشون خیلیم به افتخار تیممون که میده سلام بازی شروع نشده یه توضیح بدم. یه 47 که میدونی چیه؟ حتما براتون تو بارو به خاندوانه توضیح دادن این تعداد کروموزوم های بچه های سندروم دانه که یک کروموزوم از ما بیشتر دارن. پس بنابراین ارزششون رو داشته باشیم، احترامشون رو داشته باشیم و دوستشون داشته باشیم و روحشون مثل روح پرنده ها، مثل آواز فرشته ها.
حواستون باشه که تا پایان ساعت 12:22 که 12 رد بشه میشه 23 تا 12 وقت دارین، 12 شب که توی قرعه کشی ثبت نام کرده باشین و حتما امتیازتون باید بالا باشه. قرعه کشی اون ماشین گرون قیمت باحال و بعد ببینیم به کی میفته اون ماشین، به کی میفته. کیا ثبت نام کردن از اینجا؟ وای فکر کن در بیاد به اسمتون. چرا بقیه ثبت نام کردین؟ باور نکردی؟ ماشین دارین؟ باشه. مگه هر کی ماشین نداره باید این جایزه رو بگیره؟ پیکان داری؟ خیلی ثبت نام بکنین و حتما در 7-80 به علاوه این که یه کار باحال هم میخواییم بکنیم، همچنان که دارید تراکنش میکنید، یعنی قبضتون رو پرداخت میکنین و شارژ میخرین و کارهای دیگه میکنین، موجودی حسابتون رو چک میکنین، اینو بدونین که تمام کسایی که توی کمپین قطره قطره ثبت نام کردن یه جایزه باحال میخواییم براشون بذاریم در طول هفته آینده، هر شب یه جایزه باحال به قطره قطره یا بدیم. و اینکه دیگه همین، دوستتون داریم و مخلصیم و میریم برای خدافظی. کمربنده رو باز کنین. 1 2 3 چی؟ به احترام مردم عزیز ایران بلند شین. شما رو خیلی دوست داریم، آرزو میکنیم که سلامت و شاد و خندون باشین و در کنار خانوادتون با حال خوب و پر روزی. ارادت، خدافظ. 1 2 3 شاد باشین.